با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز چهارشنبه است و دوم سپتامبر سال 2015. در روزهای چهارشنبه قریب یک ساعت خدمت شما هستیم و بحث ما در باب شاهنامه فردوسی بوده است. امروز هم البته ضمن این که مطالب دیگری هم خواهیم گفت، برمیگردیم به این تصحیح شاهنامه و این موضوع در واقع غلط‌هایی که وارد کتاب شده است. فاجعه بوده است این تصحیح‌های اخیر. واقعا من نمی‌دونم، این یک سرچشمه زلال ما داریم به نام شاهنامه فردوسی. حالا هر کسی میاد و یک چیزی از خودش وارد می‌کند و یک استدلال‌های غلط، فکر می‌کنم این جریان ادامه پیدا کند از این کتاب چیزی باقی نماند. آقا گفت که امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. همون چاپ‌های قدیمی هم که چاپ می‌شود ارجح هست به تصحیح غلط و بعد تبلیغات زیاد برای اون شخص. این آقا استاد است. کدوم استاد؟ استاد چی؟ استاد حمامی؟ کسی که عقل روزمره نداره. عقل روزمره آقا، مهمترین چیز آقا عقل روزمره است. عقل روزمره یعنی آدم به طبیعت خودش می‌فهمه آقا چه درسته چه نادرسته. حداقل باری این عقل روزمره هم نبوده. حالا ما به شما نشون خواهیم داد که چگونه عقل روزمره هم نبوده. یعنی هر سبت که زبان ساده و درخشان این استاد بزرگ پیچیده کردن و بعد چیزا بهش آویختن و بعد درست مثل این که ما بفرستیم کسی تخت جمشید رو تعمیر کنه، از خودش خشت بیاره بزنه و وسط این مرمره تخت جمشید بگه این صحیح هست. باری من روز دوشنبه در باب عباس پهلوان، روزنامه نگار قدیمی، کسی که در کار قلم بوده یک عمری و خدمت کرده به این جامعه و حقیقتا از قدماست عباس پهلوان، صحبت کردم و نشریه فردوسی تلفن ایشون رو، چون من رو برداشتم از دفتر نشریه فردوسی، تلفنش رو به دست نیاوردم. امروز از قاضی گرفتم، قاضی سعید دوست عزیزم، عرض کنم که تلفنش رو خدمتتون میدم که اگه توانستید زنگ بزنید یک تشکری چیزی، یک پشتیبانی. حالا پشتیبانی نباید حتما نمیدونم یه مبلغ کلان باشد، مبلغ اندک هم مهم است. حداقل اون شخصی که کمک کوچیکو میکند میگوید مثلا ای آقای پهلوان که یک عمری در جامعه ما کار کردی، ما حواسمون هست که شما هنوز دارین کار میکنین در واقع کهنسالی و قدر میدانیم. این مایه هم از ما برمی آمد، این مقدار. بله، تلفن آقای پهلوان نشریه فردوسی 818-578-5477 هست. حالا یک بار دیگه هم اعلام میکنم، 818-578-5477. بله، ما یادمون هست مقالات زیبا می نوشت. بعضی دوستان قلم ایشون رو با هدایت، یعنی از نظر طنز مقایسه می کردن. ما که نوجوان بودیم صحبت می کردیم، بحث می کردیم، بسیار بسیار طنز زیبایی و قلم شیوایی دارد عباس پهلوان و داشت. خب از شبت خدمتون که یک واژه ما داریم به نام فساد. فساد در دولت. فساد که میگوییم اون چه به نظر ما این میرسد این است که یک شخصی فاسد است، نمیدونم این کارهای زشت میکند، نمیدونم از همین مطالبی که میدانیم. در حالی که فساد در واقع گسترش بیشتر از این صحبت هاست، به خصوص وقتی به دولت میرسیم. این که کراپشن میگویند یا فساد در دولت، این در برگیرنده بسیاری مطالب هست و فساد بوده است در واقع که سبب پیدایش قانون شده است. چون در سایه قانون و آزادی روزنامه ها میسر نیست دولتی فسادکار فاسد باشد و فساد کند، به لحاظ اینکه بلافاصله روزنامه ها به اطلاع مردم میرسانند، نهادهای یک جامعه دموکراتیک همه رویاروی هم هستن. اینجا میگوین checks and balances،
یعنی یکی یکدیگر رو چک میکنه، قبا از هم منفک هستن و جدا هستن. این است که این اندیشه پیش آمد که ما چگونه این فساد را از دولت برداریم. تنها راهش قانون، قانون هست و قانون. عرض کردم که این آسد جمال اصفهانی پدر این آقای جمالزاده در مسجد جمع میکرد، میامدن، آدم آزادی خواهی بود این مرد، میامد و میگفت بلند من میگویم قانون، شما پشت سر من بگویید قانون، میگفت قانون، ملت فریاد میزدن قانون. این بیچاره میخواست در کوتاه مدتی این واژه قانون و ماهیت قانون رو در جامعه نهادینه بکنه. در جامعه ما قانون هیچ معنی نداره. ما چنان تربیت شدیم که کوچکترین احترامی به قانون نداریم. اگر بتوانیم همه شو زیر پا میذاریم. به جهت اینکه این واژه قانون و پدیده قانون در مملکت ما هرگز نبوده است، استبداد بوده دیگه. در استبدادم قانون همونه، اختیار دست همونه، بودجه دست همونه، جان ملت در دست همونه، خاک مملکت در دست همون است. بنابراین قانون معنی نمیده. ما به بی قانون بزرگ شدیم. نگاه میکنیم اطراف ببینیم پلیس نباشه چراغ قرمز رد شه، نگاه میکنیم اطراف ببینیم میشه یه جوری کلکی بزنیم، مثلا این 100 نفری که تو خط هستن ببینیم ایرانی کله میکشیم اجازه از اون پشت بریم که این قانون دموکراسی که به نوبت هست، حق دموکراتیک مردم این از اون که تو نوبت ایستاده جلوتر هست، اون به کارش رسید دیگه. میشه ما بخواهم این کلکه رو بزنیم بریم میشه. شنیده ایم که وقتی که یک کسی جریمه میشه، جریمه رانندگی در آمریکا، شما رو به دادگاه میخوان. وقتی میرید اون پلیس بایستی بیاد، پلیسی که شما رو گرفت، شما استدلال کنید که آقا این آقای پلیس اشتباه کرد، چشماش ندید، رادارش خیلی دورتر از این بود که از من بتونه سرعت من حساب کنه، اصلا وضعیت تیره بود، نزدیک غروب بود، این در واقع این لایسنس پلیت ما، شماره ماشین ما رو اشتباه خوانده مثلا. پلیس هم میگه نه قربان، قاضی گوش میکنه به حرف دو سو. خب چه کار میکنیم؟ کلک میزنیم، نامه مینویسیم آقا مریضی، این سر این چهارم دکترش هست که این آقا مریضه، نمیدن دادگاه. پلیس میاد میبینیم که میبینه که خب نیست. وقتی پلیس قانونیست پلیس میره، دوباره عقب میندازیم، سه باره عقب میندازیم، پنج باره پلیس نمیاد دیگه. قاضی میگه مرخص شما رو. اینجا یه کلکی به قانون زدیم، با سر 50 مایل در ساعت میرفتیم، پلیس ما رو گرفته، حالا پولم نمیدیم، خوشحال خندون، به خاطر جریمه 600 خورده دلار، بعد باید مدرسه رانندگی بری، بعد باید ببینم خدمات اجتماعی بکنی اینا. که اصولا ما به قانون بیگانه هستیم، هیچ احترامی هم برای قانون و تقصیرم نداریم، تقصیرم نداریم. به جهت این که وقتی قانون مملکت میذاش، وقتی که میان قانون اساسی رو لگدمال کنن، مثلا دیگه ما چه احترامی به مثلا به قانون مدنی بذاریم، به قوانین رانندگی ما چه احترامی بذاریم؟ وقتی قانون اساسی رو میشه لگدمال کرد یک شبه و حقوق ملت رو پایمال کرد و از میان برداشت و خون آزادی خواهان رو پایمال کرد، همچنین که خمینی کرد و دیگران کردن، دیگه حالا ما دیگه چه قانونی احترام بزنیم برای قانون؟ قانون چی آقا؟ با 5 تومن میریم قانونی چیز بکنیم؟ یه روز بنده رفته بودم یه جایی، نمیدونم سجل احوال بگیرم، المثنا بگیرم اینا، آقا دیدیم صف، وقتم نداشتم، دیدیم صف از روی پله ها هست تو خیابون. گفتیم ای با ما که نمیرسیم امروز، که نمیرسیم. دیدیم یه آقای داره چیز میاره، چای میبره از اون قهوه‌خونه پشت بود، اون صداش کردیم، گفتیم آقا چیکار کنیم ما؟ یواشکی گفت که 20 تومن بده من کارتو درست میکنم. ما یواشکی 20 تومن دادیم، آقا اومد ما رو از این سو برد یه اتاق، از اون سو یه اتاق دیگه و کار ما رو درست کرد. خلاصه این جریانی داستان است که شما بهتر از من میدونید، چون در ایران زندگی میکنید، اینجا نمیشه از این کارا کرد. نمیتونید شما یک سوال حتی بکنید خارج از صف از اون فروشنده که آقا میگه آقا برو تو صف نوبتت که شد چیز کن. این مملکت ایالات متحده آمریکا زیر سایه قانون پیشرفت کرده، فقط و فقط
یه نویسنده بزرگ ودال اسمش اگه درست گفته باشم، گفت من بچه بودم از پدرم پرسیدم آقا راز توفیق آمریکا و عظمتش در چیه؟ گفت سانی دو پروسس آف لا، یعنی قانون، اجرای قدم به قدم قانون، پروسس فرایند قانون بوده است. فقط این قانون است که آقای رئیس جمهور رو به دادگاه فرا می‌خواند. رئیس قوه مجریه مملکت بنده بیاد دارم و خیلی تعجب کردم داستان نیکسون رو که دوباره برای شما گفتم مثل زدنی است که چگونه رئیس جمهوری مملکت رو دادگاه فدرال نامه می‌نویسه آقا یا بیا دادگاه یا استعفا کن برو دنبال کاره. این خانم کلینتون بهش تهمت زدن که این در واقع با کامپیوتر شخصیش داشته اسناد سری رو یا اخبار سری رو، پیام‌های سری رو یا محرمانه رو استفاده می‌کرده و بدون اینکه برود از یک سیستم در واقع سیف به قول این جای‌ها، یک سیستم در واقع محکم دولتی و دروغ و اشتباه می‌کردن. یه قاضی نشسته نگفته از سرکار خانم کلینتون نمیدونم وزیر امور گفته ما باید ببینیم این کارمند وزارت خارجه جرمی مرتکب شده یا نه، یعنی در مقابل قانون همه خاضع هستن، همه خاضع هست. حالا فردا میخوان فرض فرمایید که نمیدونم صبح به صبح یک ویتامین C بدن به بچه ها بخورن تو مدرسه مثلا. اینجوری نیست که یکی امری صادر کنه بقیه برن ویتامین C بخورن. که آقا در سنا که در واقع بدنه قانونگذاری مملکت هست و 100 سناتور در اونجا نشستن که نصفش قاعدتا دموکرات هست نصفش واس کمیته‌های مختلف داره، اینها گوش میکنن صاحبان نظر رو، متخصصان امر رو صدا میکنن، بحث میکنن، مجادله میکنن، میان پشت بلندگو در بابش چیز میکنن، یکی میگه لازم نیست، یکی میگه لازم است، بالاخره رأی گیری میکنن. وقتی رأی گیری شد قانون میشود و وقتی که دو مجلس موافقت کردن به نظر پرزیدنت میرسه و پرزیدنت که امضا گذاشت این که قانون میشه، صبح به صبح ویتامین C شروع میکنه پخش بشه در مدرسه. این که امر کوچک است. حالا ما علیشا داریم، خدا حفظش کنه این علیشا. این علیشا قدیما با بچه بودیم میخوندیم میگفتن آقا یک شهری بود شاه نداشت. خیلی خوب گفتن چیکار بکنیم؟ گفتن ما از این قافله‌ای که میاد به این شهر غریبا هستن یا خودی هستن و اینها، ما یه عقاب رها میکنیم، این به شانه هر کس که نشست ما میبریم اون رو شاه میکنیم. خیلی خوب این علی آقا ساده تر از این شاه شده. خیلی خوب سابقه چیه؟ خب آخوند بوده، نمیدونم روزه میخونده، با حسین سر میبریده، علی اصغر تیر میخورده، نمیدونم گریه میکرده، حتما این کارا رو میکرده دیگه. حالا شده صاحب اختیار ایران زمین، تکیه زده به تخت کوروش کبیر، داره به اون لعنت هم میکنه، میشینه تصمیم میگیره، تصمیم های کلان. خودش هم میگه یا آقا در موارد کلان است عزیزان من که من در چیز میکنم دخالت میکنم، آمده تصمیم گرفته که میونبر بزنیم به اتم. خب این میونبر زدن به اتم داستان کوچکی نیست، خرج کمی ندارد. مملکت ما مملکت فقیری است آقا، اینقدر داد میزنن که این ایران، ایران ثروتمند است و چنین حرفا نیست، فقط راجع میشه این ثروت به این نفت و به این گاز و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین. چیز دیگری نداریم، زیربنای صنعتی نداریم. ثروت، ثروت یک مملکت، دموکراسی اون مملکت و شایستگان اون کشور و مغزهای متفکر اون مملکت است که تولید ثروت میکنن، تولید صنعت میکنن و در بازارهای جهان به فروش میرسد، اون کشور میشود ثروتمند و صاحب صنعت. دیگه نفت فروشی که دیگه صنعت نیست که. عربستان سعودی اینا مش پمپ بنزینن، یه مش نفت زیر زمین هست دارن میفروشن و میخورن و ماجراجویی میکنن و عرض کنم عوضی که خرج زیر ساختای مملکت بکنن و اینا، خرج ماجراجویی میکنن. این آقا اومده دستور داده کاری این بوده دیگه.
دستور داده که ما باستی به اتم برسیم. خیلی خوب چیکار باید بکنیم؟ آقا خرج این چقدر هست؟ نمیدونم 300 بیلیون 400 بیلیون پول مملکت، مملکتی که یک زمانی از فرط فقر شاهش پادشاه مملکت ایران پول نداشت مسافرت بره، میامد 1 میلیون یا 1.5 میلیون روبل از روسا قرض میکرد که خود اینها باعث انقلاب شد، باعث انقلاب مشروطه. یکی از عوامل انقلاب مشروطه بیزاری مردم از این قرض کردن ها بود. مبلغش همه چقدر بود؟ 1 میلیون روبل، 1.5 میلیون روبل ناصرالدین شاه و بعد مظفرالدین شاه قرض کردن که بیان اروپا رو ببینن. چیزی نداشتیم عوض بینا بدن که گمرکات میدادن، قراردادهای خائنانه میدادن اینا که اونا بیان کنترل کنن پولاشون از اونجا در بیارن، با در واقع این در واقع نزول بالا. پولی نداشتیم، ما پولی نداشتیم، اما همون تعداد که بودن به لحاظ کشاورزی صنایع دستی سرشار بوده مملکت. اینا اومدن یکی پس از دیگری کشاورزی هم برشکست کرد با سیاست‌های غلط. کشاورزی هم برشکست شد. حالا یکی با اصلاحات ارضی و یکی نمی‌دونم با زدن 800 هزار تا چاه و اینا که ما نان نداریم بخوریم امروز. این امپراتورهای بزرگ ایران رو کشاورزان پشتیبانی می‌کردن. بابا جان کشاورزان به همین سیستم سنتی که اختراع کرده بودن، سیستم قنات که فقط قنات در ایران هست، در جای دیگری هم نیست، و علم کشاورزی، شناخت زمین. آخه این تشکیلاتی که در آمریکا ساخته میشه، تراکتورهای اونجوری، خیشهای اونطوری، اینا برای زمینای کالیفرنیا است بابا، یا زمینای اروپا، اینا برای زمینای ایران نیست. 70-80 سانتی متر این خاک زیر میکشه رو، همش خاک رسه. ما چیزی نداریم، سرزمین خیلی فقیری داریم به لحاظ اون بخش هوموس یا تاپ سویلی که محصول میده. زدن این ریختن این از این تراکتورها فروختن به ایرانی ها. کاری ندارم به این داستان ها. یه نانی بود که میخوردیم، این نانم دیگه از گلومون برید. یعنی در واقع اگر گندم خارجی نباشد و برنج هند نباشد، از آلمان هم برنج میخرن اینا. کشاورزی رو برشکست کردن، صنعتی هم درست نکردن. دلشون خوشه که اقتصاد دارن. بله آقا اقتصاد خیلی بعدش خوب است. حالا برمیگردیم سر فساد. وقتی یک تن شد تصمیم گیرنده و قدرت تقسیم نشد و شایستگان مملکت، برجستگان مملکت بر کار نبودند و در مقابل قانون مسئول نبودند، شما باور نکنید که اقتصاد توسعه پیدا میکند. اصلا چنین چیز دیده نشده. یک تئوری غلط در روزگاران قدیم بود که بله دیکتاتور خیلی سریع اقتصاد رو درست میکنه، اما آمدند و نشستند و آدم های درست حسابی که فهم این کارها رو دارن و علم این کارها رو دارن آمدند و بررسی دقیق و عمیق کردن، دیدن اون چه باعث گسترش اقتصاد می شود دموکراسی است. این گسترش اقتصادی در زمان دیکتاتور به انجام نمی رسه چون با فساد توأم است. فساد یونانی می گوید که ماهی از سر می گنده، میگوید که fish rots from the head first به ترجمه انگلیسیش، یعنی ماهی اول سرش میگنده. حالا مولانا هم از اون گرفته، میگوید که ماهی از سر گنده گردد نیزه دم، نه از دم، از سر گنده میگرد. یعنی فساد در جامعه از دولت شروع میشه. خب این آدمی که میخواد این تصمیمات رو بگیره، آدم های مثل خودش رو میاری دیگه، نه بودجه هم دست این هاست. رفته رفته که زمان میگذره فساد بیشتر میشه، اینا از یکدیگر مطلعن. حسن میدونه حسین چقدر دزدیده، تقی میدونه نقی چقدر دزدیده، اینا همه و اسناد علیه هم جمع میکنن، اینا مجبور میشن همین را نگه داره. وقتی هم که یک فساد بزرگ برملا میشه و ملت بیچاره میفهمن، ملت مغلوب منکوب مجبور میفهمن، میگن خیلی خوب بله گرفتیم درست میکنیم. میان یه چیزی پشت کله کسی رو نشون میدن و چهار نفر این دادگاه درست کردیم. آقا دوتاش به اعدام، کی بودن اینا؟ چه کاره بودن؟ در چه موضعی بودن که 3 میلیارد 4 میلیارد دلار دزدیدن؟ نمیکنن. چرا؟ چون اونها میدونن که بقیه هم دزدن، علیه دیگران ممکن دهنشون باز کنن. تیمورتاش گرفتن گفتن تو دزد هستی یا نه؟ گفت من دزدی کردم، از دزد بزرگ کسی دیگری است.
این احمدی نژاد آیا در طول این 8 سال نمیدونم چند سال بودم، دو تا 6 سال گویا نمیدونم، این مدتی که بود در دو دوره که مثلا رئیس جمهور بود، آیا هیچ خلافی انجام نداده که به یه دادگاه بره جوابی به یه کسی بده؟ چرا پس چرا سرخوش و سربلند داره میگرده و میخنده؟ به جهت اینکه این اسنادی در اختیار داره، این تصور من هست، از همون اداره اطلاعات خودشون برداشته که آقا مجتبی چقدر دزدیده، اون یکی چقدر دزدیده، اینها و اینها رو حتما جای دیگه گذاشته، امنیت برای خودش ایجاد کرده، روز آخری هم که میخواسته برود بار کامیون کرده، هرچی بوده نبوده و برده. این آدمی که به چیز مقتداش مولا علی نشسته، دو تا نونسنگک انداخته اونجا، یعنی ما فقیر زندگی میکنیم، هیچ محاکمه‌ای، هیچ. این مردک آمد چه حیثیتی از این مملکت برد؟ هیچی. فاسده مملکت، دولت فاسده آقا، فاسد، فساد. حالا یه چیزم خدمتتون عرض کنم، جنبه طنزم داره. میگن روزی که حسین کشته شد، این اشقیا ریختن خیمه ها رو غارت کنن دیگه، غارت چیز بود دیگه، غارت سنت عرب بود. حضرت رسول هم اومد با مارک الله، خب غارت اولین هدف ماست، غیر از خودمون رو غارت میکنیم، زناشون هم میبریم. خب یکی از این اشقیا آمده و شروع کرده، زینب بیچاره تنها زنی بود زنده مونده بود، حالا کشته بودن هم بچه هاش و اینا، دید یکی داره غارت میکنه، گریه هم میکنه، میگه که تو چرا گریه میکنی؟ میگه من دلم برای شما میسوزه. میگه پس چرا غارت میکنی؟ میگه آخه من دزدی نکنم یه کسی دیگه میاد میبره، من هم گریه میکنم هم بلند میکنم اموال شما رو. خب اونا میدونید که پوتین در میآوردن، لباس شورت در میآوردن، اینا در واقع حالا در جنگ های دیگر هم بوده، مثل جنرم الکساندر دی گریت هم خب میرفته برای پول اینا، ولی دیگه تنبونی کسی در نمیآوردن دیگه، اینا در میآوردن. این عرض کنم که مسلمانان صدر اسلام رحم به شلوار و زی شلواری اینا هم نمی کردن، کما این که حسین نمی دونم نوه رسول رو همین بلا رو بزرش آوردن. به چه دلیل؟ چون دستور اسلام بود دیگه. باری این که من اگه ندوزم یک کسی دیگه می دوزه و من گریه میکنم چون براتون ناراحتم، این ظاهرا یه طنزی درش هست، اینه که داستان تراژیکه دیگه، نه؟ ولی اینکه اگه من یک نظر میکنم یکی دیگه میدوزه، اینجاست نکته، یعنی دزدی اصل ماجراست و عیبی نداره. بنابراین من چرا ندوزم؟ چون اگه من ندوزم خب یکی دیگه میدوزه، چون ما همه دوزیم. داستان اینجوری شده در ایران. این بابایی که رفته نمیدونم بسیج شده، بسیج نمیدونم یه تلویزیون بهش دادن و یه گونی برنج و اینا، یه چاقو هم به کمری زده و اینا، حتما اینی که از استرلانج آقا من بسیجی نشم یک کس دیگه میشه دیگه، حالا چرا ما نخوریم؟ در حالی که این موضوع نیست، مطلب این است که اگر تو نروی و از این کار در واقع روی گردان شوی و وارد این سیستم نشی و با دوزها شریک نشوی، یک فضیلتی داره و اون فضیلت این که نشان میدهد که در جامعه وجدان هنوز هست، وجدان بیدار. حالا ممکنه تو بری یه جای دیگه کار کنی، ممکنه پول بیشتری هم گیرت بیاد، ممکنه هم کمتر باشه، ولی نشون میده که یک آدم با وجدان بود و خود این داستان وجدان و خودآگاهی در جامعه بوده که یک نفر که بسیج بوده گفته آقا من از این کارا نمی کنم، من نون این دولت رو نمی خورم میرم. کما اینکه من شنیدم زخمیای جنگ اینا که رفتن جان فدا کردن و در واقع 60% و 70% و نمیدونم نابینا شدن و پا و دست و اینا رو دست دادن، اینا روی گردان شدن دولت، این دولت هم کاری بونا نداره دیگه، به درشون نمیخوره دیگه. برای چی دیگه؟ آدم علی به چه درد سید علی میخوره؟ سید علی آدم میخواد نادان قلدر که هر موقع میخواد چاقو بکشه بیاد تو خیابون مردم زیر کنه بکشه که این آقا بمونه. داستان اینه، نکته اینجاست، نه اینکه من اگه ندوزم یک کسی دیگه میدوزه. من اگه دارم گفتن میخوان روی خط بفرمایید. درود بر شما، هموطن بفرمایید. شما جناب مشیری
حالتون چطوره؟ ایرو فرمایشات الانتون میخواستم اصلا صدا بکنم بفهمید، چون الان ما میدونیم با آگاهی به این که استمرار این استبدادی در اثر ناآگاهی های تاریخی و الغای ایدئولوژی های خرافی حکومتی تزریقیه، این یه وسیله دکاندارانه به خصوص دینی در جوامع تداوم پیدا میکنه. بله، شرط نجات ملت ها فکر میکنم مهمترینش این باشه که آگاه بشن به حقایق قابل تطبیق و پذیرش با شرایط زمان. بله، نیاز به یادآوری نداره که وجود مؤثر جناب عالی در این برهه مخصوص زمانی برای نسل جوان ایران خیلی مغتنم هست. خواهش میکنم. سنگری های مستدل تاریخی و مذهبی شما بدون هیچ گونه مجامله یا مشیری حتی نخبگان بیدار جامعه رو به تفکر واداشته. لطف میکنی عزیزم، خواهش میکنم. امروز ببینیم این حرکاتی که به بال شیوه های زورگویانه و اجبار تن دادن افراد به رواج خرافات و تحمیل عقاید واپسگرایانه مشتی حکام فاسد جمهوری اسلامی رو موجب شده، اینا دیگه بر نمیتابن مردم. یه موارد متعددی هست که اعتراضات و به زیر سوال بردن مسئولین رو در اجتماعات دانشگاهی و مجامع روشنفکری ما همواره شده هستیم. بله، و زندانی کردن وکلا، روزنامه نگاران، بله، اشیان بیدار، بله، علاوه بر این که اینا بی نتیجه مونده، عزم و اراده طبقات جامعه رو برای رسیدن به یه جامعه آزاد بیشتر کرده. اگه نوشته های میرزا خان کرمانی، خونزاده و طالبه و دیگران 150 سال پیش و کوشش فراوانی که برای حرکت افراد جامعه به سوی دموکراسی و رهایی کام فاسد زمان نبود، دست جوانان و این اطلاعات به دست افراد جوان و مشتاق نمی رسید، در اصلا مردم تو گرداب هولناکی گرفتارش بودن به فکر تأسیس مجلس مشروطه هم نمی افتادن. همینجوره روشنگری هایی که زنده یاد کسروی کرد، علی دشتی کرد با کتاب 23 سال و تخت فولادش اینا، بله، محمد مسعود اون زمان، بله، کرد، بله، به هدایت کرد، حتی شاعرها، حتی بهار و ایرج عارف هم کردن، بله بله، یا زنده یاد سعیدی سیرجانی یا آقای دهرام چوبینه، بله، و بسیارانی دیگر، بله، اداره توده مردمی که فقط به سخنان بیهوده و عریوانه دکترهای دین عادت داده شده بودند و موجب شد. به لحاظ این که انسان ها متاسفانه جناب شیری اول متدین میشن، بعدن به حساب اگه مدارج علمی رو طی بکنند اینها به علم و آگاهی وقت دست پیدا میکنند. در حال حاضر و تا زمانی که مردم که بلنگویا در خواب کف فرو برده شدند، به خصوص طبقه الیت جامعه، نه امثال سروش و شریعتی و جلال آل احمد و دیگرانی از این دست، اینا به معنای ولی فقیه و که صراحتا مردم رو سفیه و محجور و نادون و صغیر میدونه و اصرار داره که مردم کار خودشون نمیدونن و ما باید او رو سرپرستی کنیم، اینو تا به درستی معنا نکنند، این قاعده رو که در حال حاضر یه اقلیتی محدود بر اکثریتی فراگیر تحمیل کردن، به نتیجه تا زمانی که مردم خودشون رو صغیر بدونن و واقعا بر حقارت خودشون هم سهه گذاشتن. قیم خودش تو کتاب ولی ولایت فقیهش میگه که صراحتا نوشته قیمومت شرعی قیم بر صغیر با قیم ملت هم هیچ تفاوتی نداره. همینجوره جدا حیفه که حاصل مطالعات عمیق و دامنه دار جناب عالی به صورت مکتوب در اختیار و دسترس نسلی که مشتاقانه اینا نیازمند هستن که کسر حقایق تاریخی بکنند و دینی، اگر این حاصل مطالعات شما مورد مطالعه و استناد قرار نگیره تو کتابخونه هم در دسترس مردم باشه که خیلی بهتر هست. از شما ممنونم عزیزم، خیلی خیلی متشکرم لطفتون. خواهش کنم، خواستم ازتون خواهش کنم یه موضوع جامعی در مورد شکاف
معنی ولایت، ولایت فقیه، ولایت مطلقه برای به خصوص روشنفکرها و دانشجوها و دانشجوها که اینا فوق العاده ضروری به نظر میرسه. من فکر می‌کنم وای وشی ما که روزگار صدرنشین تمدن جهان بودیم امروز به یه خونه تکونی اصولی فکری نیازمند باشیم. زنده باشین. درسته. قربانتون برم آقای. شما خیلی ممنونم از شما. لطف فرمودید. سرکار بگم. قربونتون. خیلی خیلی سپاسگزارم. سخنان بسیار خوب و متینی بود دوست عزیز. از شما خیلی خیلی سپاسگزارم. خب هموطنان اومدن روی خط. امروز ما قرار نبود خط رو باز کنیم، اما این دوست عزیز اصرار داشتن که تشریف بیارن. فرمایشاتشون بسیار متین بود. امیرم تلفن آوردن اینجا. اجازه بدید یکم لغت شناسی کنیم، دو سه لغت در باب خطاهای دستنویس لندن که وارد چاپ مسکو شده. یعنی این دانشمندان شوروی این دستنویسی که سال 675 استنساخ شده و تاریخ دارم هست، حالا بخش آخرش گویا پوسیده بوده، حالا هرچه بوده این تاریخ در اونجاست، اینها رو آوردن و متوجه نشدن که این غلطه. من خدمتتون میخونم. خب سهراب گردآفرید رو شناخت که دختره، چون خود گردآفرید خود جنگی رو از سر برداشت و بعد حرکت کرد به سوی دژ. خب قبل از اینکه این انجام بشه با هم گفتگو کردم. میگوید که دو لشکر داره فریب میده سهراب رو گردآفرید. دو لشکر نظاره بر این جنگ ما، بر این گرز و شمشیر و آهنگ ما. کنون من گشایم چون این روی و موی، سپاه تو گردد سپاه تو گردد پر از گفتگوی. که با دختری او به دشت نبرد، بدین سان به ابر اندر آورد گرد. خیلی خوب، خیلی بد مطلب ساده است. موش ریخته بیرون، کلاخود رفته، هویت دختر بودنش آشکاره. کنون من گشاده چنین روی موی، نه من گشایم چنین روی موی. این دیگه شما دیگه پروفسور ادبیات نباید باشید که بفهمید که آقا این غلطه. که خب اینطور بنده اینو نوشتم که این گفتگو پس از ظاهر شدن جنسیت گردآفرید به میان آمده و فعل گشایم موضوعیتی ندارد و دستنویس های فلورانس، لیدن، پاریس، واتیکان، لندن و استانبول دو و دستنویس سنت جوزف جملگی گشاده ضبط کردند. کنون من گشاده چنین روی موی، سپاه تو گردد پر از گفتگوی. بعد صحبت کرده، چنین نصیحت کرده که آقا توی دلاوری هستی، من دختر هستم. و ناگهان عرض کنم از تاخته است به طرف دژ، یعنی دژ سفید. سهراب هم در تعقیب اوست. میگوید انان را بپیچید گردآفرید، سمند سرافراز بر دژ کشید. همی رفت و سهراب با او به هم، بیامد به درگاه دژ گژدهم. در باره بگشاد گردآفرید، تن خسته و بسته بر دژ کشید. خب همه اینجا درسته. یک واو عطف از اینجا افتاده، معنی به طور کل دگرگون شده. خب گژدهم باید صحنه رو تجسم کنید تا ببینید منظور چیست و سخن چگونه گفته شده و چگونه به لحاظ دستوری صحیح است و کجا غلط میشه. گژدهم بالای دژ داره نگاه میکنه، میبینه که گردآفرید میاد، میاد پایین. بله همی رفت و یعنی گردآفرید سهراب با او به هم، بیامد به درگاه دژ گژدهم. در باره بگشاد و گردآفرید، تن خسته و بسته در دژ کشید. یعنی گژدهم که نگاه میکرد آمد در دژ رو باز کرد، گردآفرید بود. وقتی بخونیم در باره بگشاد گردآفرید، یعنی گردآفرید ضمنی که میامد خودش در باز کرد، که اصلا چنین امکانی نبوده. خیلی قضایا در واقع برای اینکه صحیحش کدام است بایستی شما
خیلی چیزها بدانید. بایستی بدانید که در دژ چگونه باز میشد. دژ درش از داخل باز میشد، نه از خارج که گرد آفرید بتواند در رو باز کند. در باره بکشاد و یعنی گژده گرد آفرید، تن خسته و بسته بر دژ کشید. خیلی خوب، این در بیت سوم حذف واو عطف بین بکشاد و گرد آفرید، گشودن در را به گرد آفرید منصوب کرده است و این خطاست. در حقیقت بیت به بچه زیل بوده است. در باره بکشاد و گرد آفرید، تن خسته و بسته برده کشید. خیلی خوب، بعد میرسیم به، حالا اینجا دیگه در واقع بحث طولانی شده. خب بعد ما اینجا از اون بالا داره نصیحت میکنه. اول خندیده رفته بالا، دیده سهراب روی اسب نشسته. سهراب هم خشمگین که عجب این دختر ترفندی به کار برد، از دست ما نجات پیدا کرد، باید صحبت میکنه. میگوید بدان زور و بازوی و آن کتف و یال، نداری کس از پهلوانان همال. ولی کن چه آگاهی آید به شاه، یعنی که کابوس، که آورد گردی ز توران سپاه. این متن مسکو که اینن آمده توی متن لندن توی مسکو. شهنشاه و رستم به جنبت ز جا، شما با تهمتن ندارید پای. میگوید وقتی کیکاووس بیاد و رستم بیاد، شما ندارید پای، یعنی پایداری نمیتوانید بکنید در مقابل سپاه ایران. رستم و کاووس میان. نماند یکی زنده از لشکرت، ندانم چه آید زبد بر سرت. دریغ آیدم کین چنین یال و سفت، همی از پلنگون بباید نهفت. هیچ معنی میده؟ همی از پلنگون بباید نهفت. خب حالا اون کسی این کار میکنه، داره تصمیم میکنه، باید بداند که در روزگار قدیم پیکر دشمنان رو که کشته می شدن به خاک نمی سپردن و به سنن اون شخص کشته شده عمل نمی کنن، سنت خودشان می انداختن اونجا جانوران بخورن. این همی از پلنگون بباید نهفت نیست، همی از پلنگون بیابد نهفت، یعنی پلنگ شبوده رو بخوره، تو در نهفت پلنگ جای بگیری، یعنی در واقع در رندگان تو رو، پیکر تو رو بخورن. یه بار دیگه میخونم. دریغا یادم کین چنین یال و سفت، همی از پلنگان بیابد نهفت. یه چندین قرینه در این باب هست که بعد در بابش صحبت میکنیم. این همه در چاپ مسکوز که عرض کنم که از نسخه لندن به این دوستان روسیه ما متوجه خطا نشدن، عیناً وارد چاپ مسکو کردن. فکر میکنم وقت ما پایان رسید، نه؟ دو دقیقه وقت داریم. خیلی عالی، بس یکی یه بیتی دیگه میتونه خدمتتون بخونیم. اینها خیلی خوب، پرمی از پلنگون. خیلی خوب، بعد اینجا بنده نوشتم به گمان نگارنده ببا بیابد بباید غلط و فاقد معنی است. اگر بیت را به نثر تبدیل کنیم معنی اون چنین است: دریغ از پیکر پهلوانی تو که میبایست اون را از پلنگون پنهان کرد، که واجد هیچ گونه معدی نیست. جای شگفتی است که دانشمندان شوروی با وجود کثرت عده و وسعت امکانات متوجه نادرستی بباید نشدند، در حالی که نسخه لنینگراد که از جمله مآخذ مهم آنان بوده است این ضبط را داشته است. دریغ آیدم کین چنین یال و سفت، همی از پلنگان بیابد نهفت. داشتن مقابلشون بوده در نسخه در سمیز فرانس، ولی این عقل رو نداشتن که معنیش رو بفهمن و عوضش بکنن، که اشاره به رسم قدیم است. در روزگار کهن پیروزمندان جنگ اجساد کشتگان دشمن را دفن نمی کردن، بلکه اونها را در پهنه میدان نبرد بر جای می گذاشتن تا خوراک در رندگان گردن. در ذیل مثال های از شاهنامه در این باب می آوریم. کشته شدن تور به دست منوچهر، سرش را همون گه زتن دور کرد، دد و دام را از تنش سور کرد. یعنی فکرش انداخت، در واقع میهمانی داد به دد و دام،
بله، از زبان منوچهر به سام که کام دد و دام بودش نهوف، سرش با یکی تنگ تابوت جوف. وقت ما دیگه تمام شد هموطنان گرامی، از صفحه 194 خوندم فصل شاهنامه چاپ مسکو و لغزش های مشترک. از امیر گرامی سپاسگزارم، از دوست محترمی که به خط آمدن ممنون هستم، دوست هموطن و شما نازنینان که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.